رادیو همراه بفرمایید. الو جانم، من فقط 6 هفته ای که وقت دارم جان. خیلی ممنون، مرسی. من سوالم سریع میپرسم. من چند وقت پیش یه خانمی زنگ زد درباره خواب پسر 2 سالشون از شما پرسید. شما گفتین بچه های نوزاد وقتی به دنیا میان برینشون سه مدله، یکیشون درسته. خیلی قرقاتیه، یکیشون آروم. میشه یه ذره درباره این خواهش میکنم توضیح بدین؟ کار نمیتونم کنم. بچه ها وقتی به این دنیا میان یه دهی سیستم اینه که این در حقیقت سیمکشی مغز به راحتی خاموش میشه و آروم میگیره، حتی با سر صدا مسئله نداره. بعضی ها درست برعکس، کوچکترین صدایی هم در بیداری هم در خواب مسئله دارن، یه دم این میانه هستن. مهم اینه که پدر و مادر یه اصولی رو رعایت کنند که به تدریج هرچه هست بهتر بشه، اگرم خوبه باقی بمونه. و به همجاست که اون توضیح رو برای 4-5 ماه اول میدم، ماجرای شیر شب میدم، بعدش موضوع خواب میدم. حالا بیاد از اون بگذارید، مسئله و مشکل شما چی عزیز؟ آقای هلاکویی، من این بچه دومم الان 4 ماهشه، 2 روز دیگه 4 ماهش میشه و 2 ماه اول که به دنیا من خیلی جیغ و داد میکرد و قضا میخورد، anyway کالکی بود. بعد گفتن سایلن ریفلکس داره، هر 45 دقیقه خواب پا میشد. فست فورورد حالا الان به یه جایی رسید که خدا رو شکر میخوابه دیگه، تا مثلا 1 و 2 میخوابه و بعد شیرشو میخوره دوباره میخوابه، طرفای 5 و 6 پا میشه. بسیار شانس آوردی، بسیار شانس آوردی. راستشو بخواین اینقدر ما از این میترسیم، باورتون نمیشه بچه 4 ماهه یک جیغایی میزنه. من دیشب مثلا مهم نیست، 1 ساعت و 45 دقیقه طول کشید من اینو بخوابونم با اینکه 2 ساعت و نیم بیدار بود. نه نفهمیدم اولا چه ساعتی جیغش چقدر بود طول کشید؟ یعنی چی طول کشید؟ من دقیقا سیدیو شما رو گوش کردم، هر کاری که شما گفتین. نه من کاری ندارم عزیز. نه میشه من از گزارشی که دادی نفهمیدم چی شد؟ میشه من بگید جیغ و داد بیدار شد، جیغ و داد ادامه داشت، چی شد دوست؟ نه رفتم حمومش رو کردم، شیرش رو دادم، حمومش رو کردم، لباساش رو پوشوندم، بعد همیشه بغلش میکنم، شاشاشش میکنم، باونسش میکنم تا بخوابه. بعضی از شبا نزدیک 1 و 20 دقیقه طول میکشه میخوابه. 100% همه شبا 45 دقیقه 50 دقیقه دوباره پا میشه، جیغ جیغ جیغ، میریم تو اتاق بعد دوباره میخوابونیمش دیگه میخوابه. بعضی از شب بگم every other night وقتی که میخواب میرم تو اتاق، دیشب مثلا حمومش رو کردیم، شیرش رو دادیم، همه این کارا رو کردیم و نزدیک 45 دقیقه من با این بالا پایین کردم، هی شاشش میکردم تا میذاشمش روی تختش دوباره جیغ میکرد. خب نباید میذاشتید. نه ببینید، اولا باید صبر کنید که بخوابه، تازه 10 دقیقه از خوابش بگذره که مرحله خواب باورتون نمیشه تمام مسئله شما رو مو به مو انجام دادم. نه چرا میذارتش رو زمین وقتی هنوز نخوابیده؟ خوابه حتی دستش اینطوری بلند میکنم میفته انقدر. بنابراین خواب سبک داره، 10 دقیقه صبر کنید میذارید. اگر نه دختری یا پسره؟ پسره، پدر ما رو در آورده. نه خب پدرتون ایبی نداره. خب کنار خودتون بخوابونیتش، اگه کنار خودتون بخوابونیتش کنارش دست بزنید چی میشه؟ آره وقتی که صبح زود پا میشه 4 و 5 صبح دیگه میارمش تو تختم، بهش پستونکش رو میدم تا ساعت مثلا امروز 7 و ربع خوابی. منتها شبا بعضی وقتا دیشب 45 دقیقه من تو اتاق بودم، بعدش همسرم رفت 45 دقیقه اون تو اتاق. نه خب نه تو اتاق نه، چرا کنارش نمیخوابی؟ نه تو اتاق، نه اینکه منظورم این که 45 دقیقه باونسش کردیم، شاشش کردیم. نه چرا نه شما برز من توجه نمیکنید. خب نه خوبه، نه شما گرفتید خوابیدید، اونم کنارتونه بدون که بدنتون بخوره، کنارش هستید یه تپ تپی میکنید رو بدنش که من هستم. دقیقاً نه چراغ، نه صبر کنید، صبر کنید، نه چراغ روشنه، نه حرف، نه چراغ روشنه، نه حرف میزنید، 5 دقیقه خوابید 50 دقیقه هم خوابید همین دیگه است. من این کارم کردم، منتها اگه بغلش نکنم، اگه شاشش بکنم تو بغلم نباشه، باورتون نمیشه 1 ساعت 2 ساعت جیغ میزنه. اصلا اگه بلندش نکنید بهتون میگم، اصلا باورتون نمیشه. ما از بچه 4 ماه میترسیم، این جدی رو دارم میگم بهتون. بنابراین شما از آغاز بغلش میکنید و کنار خودتون میخوابونید. اوکی، خودتون میخوابونید. نه
شما از اولی همچین جیغجیغویی که شهر رو به هم میرزه، بعدم معلوم نیست گفتید پسر یا دختره، یادم رفت. پسر آقای که خیلی قاقل خب مثل باباشه. بنابراین شبا میاریدش برای خودتون میخوابونیدش، بخوابونیدش برای دو سه ماه کنار خودتونه، بدنتون هم بهش بخوره اشکال نداره تا سن 6-7 ماهیگی، بعدش ببینیم چیکار میکنیم، شاید خوابش عادی بشه، ایشالله بشه. یعنی واقعا ما کم آوردیم. یه سال دیگه هم دارم، الان ماشالله به دنیا اومد نزدیک 10 پوندش بود، اصلا وزنش هم کم نشده، حالا دو سه روز دیگه هم باید ببرمش دکتر واکسناشو بزنه، فکر کنم کم 18 پوندش باشه. یعنی این شیر شبش هم احتیاج نداره، ولی راست یعنی دو هفته دیگه میخواییم شیر شبش رو ازش بگیریم. آره ازش بگیرید. آره ولی دکتر جان باورتون نمیشه، میترسیم ازش انقدر. جان معلومه میترسیم، باید هم بترسید. خوشحالم یه گردن کلفتی تو محله پیدا شده. شما ها رو ساکت خیلی چهار ماهش بیشتر نیست، من معلومه هیچی به فرمانش عمل کنید. بنابراین نترسید، برای دو سه ماهی کنار خودتون بخوابونید. این به دلیل کالیکی بودنش مسئله داره، اون حساسیتی به وجود آورده، یه تغییر کمی که در درد معده‌اش پیدا میشه به همش میریزه. بغل خودتون آروم بخوابونیدش، قاعده درست نیست ولی حداقل، و بعدم شیر شبش حقیقت کنید، به شیر ندید، کنارتون فعلا تا 7 ماهگی بخوابه ببینیم چی میشه. دو سه ماه بخوابونیدش عادت میکنه، بعد از اونم دیگه بیدار نمیشه. یه سوال دیگه ببخشید، این شیر شبش من بگیرم ببخشید، اگه یک ساعت و نیم دو ساعت گیر کنه چیکارش کنم؟ نه شیر من نگفتم شیر شبش، شیر خودتون میدید، شیر شیشه میدید. بنابراین شروع میکنید از حالا 10% 10% تا 5% آب اضافه کردن، به طوری که بعد از مدتی، بعد از 10 روز اگه 10% باشه فقط آب میخوره، بعد آبو میشه قطع کرد، شیر رو نمیشه قطع کرد. آره ولی بذارم گریه کنه اگه مثلا یه ساعت دو ساعت گریه کنه؟ نگوش نمی، من که نگفتم، من که گفتم، من که دارم میگم شیرشو بهش بدید تا 10 شب اونو میشه اونجوری گول زد و معده رو و خودش رو. شما هر دفعه 10% آب رو اضافه کنید و بهش بدید، هر زمانی که میخواد که قشقرق به پا نکنید این گردن کلفت محله، ولی بعد از 10 روز ها بعد از صبر کنید، گوش نمیدید، بعد من وقت ندارم، بعد از 10 روز 5 روز فقط آب بهش بدید، بعد آبو قطع کنید، اون موقع میتونید. اون وقت اگه یک ساعت نمیگه یک کارش کنید، بعد اون وقت یه براش برید زن بگیرید، میزنی میز خودتون پیدا نکنید، خواهد بگیره. معلومه میدونم، من متاسفانه با آخر وقت هم زمانی خوشحال شدم با تون صبح حرف همون من زدم و شما قیل گوش کنید خوبه.